باشندگان تخار آماده مقاومت دوم هستیم. پنتاگون حمایت های مالی به نیروهای افغان ادامه میابند. و کشته شدن 3 پلیس و توتال در اروزگان. با یاد خدا به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخری ویدیو با ما باشید. پنتاگون حمایت های مالی به نیروهای افغان ادامه میابند. پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا تاکید میورزد که پس از پایان خروج نیروهای امریکایی این کشور به نیروهای امنیتی افغانستان پیشتیبانی هوایی عملیاتی فراهم نخواهد ساخت. سخنگوی پنتاگون میگوید که واشنگتن پس از ماه سپتامبر به پیشتیبانی مالی و ترمیم تجهیزات و هواپیماهای نیروهای افغان خواهد پرداخت. اما رئیس جمهور غنی میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی با کمبود تجهیزات روبرو نخواهند شد. جان کبری سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت ما به حمایت مالی ادامه میدهیم و یکی از چیزهایی که میخواهیم به آن توجه کنیم نیازهای نیروهای افغان به ویژه در بخش هوانوردی است. سخنگوی پنتاگون تاکید دارد که نیروهای افغان باید برای دفاع آماده باشند. جان کبری میافزاید پشتیبانی ما از نیروهای افغان این گونه نیست. فکر میکنم چند روز پیش از جنرال میران هم شنیدید که نیروهای امنیتی افغانستان باید برای دفاع از شهروندان و کشورشان آماده باشند. پشتیبانی ما از این نیروها بیشتر مالی خواهد بود. اما رئیس جمهور غنی اطمینان میدهد که نیروهای دولتی با کمبود تجهیزات روبرو نخواهد شد. اشرف غنی رئیس جمهور گفت اطمینان کامل داشته باشید که قوای امنیتی و دفاع افغانستان تضمین میشه، در تجهیزاتشان مشکل نخواهد آمد. دیدن که 1 میلیارد دلار امکانات به قوای شجاع و وطن دوست افغانستان انتقال یافت. روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شده است و انتظار می رود این روند تا ماه سپتامبر سال روان تکمیل گردد. کشته شدن 3 پلیس و 2 طالب در اروزگان. مسئولین محلی در ولایت اروزگان میگویند که در نتیجه حملات تهاجمی جنگجویان گروه طالبان در مربوطات ولسوالی دهنرود این ولایت 3 پلیس کشته و 1 پلیس دیگر زخمی شدند. با گزارش اسپورنیک و نقل از رسانه ها محمد عمر ولی ننگرهار میگوید که این حملات دوشنبه شب بر پاسگاه های نیروهای کمربندی ولسوالی دهنرود صورت گرفته است. شیرزاد همچنان گفته است که در نتیجه این حملات 1 پلیس دیگر مفقود شده و هنوز از سرنوشت او خبری نیست. و گفته او در جریان درگیری میان جنگجویان گروه طالبان و نیروهای امنیتی 2 جنگجوی طالبان نیز کشته و 3 نفر دیگرشان زخمی شدند. باشندگان تخار آماده مقاومت دوم هستیم. شمار از باشندگان ولایت تخار با گرفتن سلاح‌ها از آغاز مقاومت در برابر طالبان در کنار نیروهای امنیتی در این ولایت سخن می‌زنند. این مردان مسلح را دکتر گلستان رئیس پیشین امنیت ملی در منطقه ولسوالی فرخار و تخار رهبری می کند. در همین حال دفتر سیاسی احمد مسعود پسر امچا مسعود قهرمان ملی می گوید که مردم در ولایت های تخار، بدخشان، بغلان، قندوز و سمنگان به رهبری احمد مسعود برای مقاومت دوم در برابر مخالفان مسلح آماده شدند. این مردان مسلح می گویند که از برنامه های احمد مسعود پشتیبانی می کنند و در برابر کسانی که بر آنان حمله می کند در کنار نیروهای امنیتی می ایستند. شمار از این مردان مسلح می گویند هنگامی که به روز دوشنبه در پایگاه های نیروهای مچا مسعود در ولایت تخار برای آمادگی ها با آغاز چگونگی مقاومت دوم گرد آمده بودند، طالبان بر این پاسگاه حمله کردند و نشست را بر هم زدند. دکتر گلستان رئیس پیشین امنیتی ملی در ولایت تخار در این باره بیان داشت با آن کسانی که با 2 داشکه فیر می کند نشان می دهیم که اینجا مرکز مقاومت است. به اینها که از اینجا فیر دارند نشان می دهیم که این منطقه صاحب دارد و این گونه جوانان دارد. عصمت الله قربانی عضو شورای ولایتی تخار گفت نیروهای مردمی بسیج شدند. فرماندهان جدادی بسیج شدند. از نشانی ولسوالی فرخار در کنار نیروهای امنیتی به ساحه رفتند. دفتر سیاسی احمد مسعود تایید می کند این نیروهای خیزش مردمی به رهبری احمد مسعود برای دفاع از مناطقشان آماده شدند. رحمت الله عضو جمعیت اسلامی شاخیت محمد نور گفت بنیاد احمد شاه مسعود و دفتر سیاسی احمد مسعود در تلاش است تا جنبش سیاسی کلان آمادگی داشته باشد برای اینکه مبادا طالبان روند مذاکره را تحریم کنند و مذاکره را نپذیرند. در همین حال رئیس امنیت ملی میگوید که با نیروهایی که مسلحی که در همکاری با نیروهای امنیتی ایجاد شدند در حال گفتگو هستند. امرالله صالح به طالبان با تفنگ و ویرانی به قلب مردم را پیدا نمی کنید.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری از گروه طالبان میخواهد که دست از تخریب سرمایه های ملی بکشند و به جای کشتار به مردم کمک کنند. معاون اول رئیس جمهوری سه‌شنبه هفته سر در مراسم زیر نام هفته آب و برق خطاب به طالبان گفت امکان ندارد که شما از راه تفنگ و بارود به قلب مردم را پیدا کنید. بیایید رقابت را از کشتار به رقابت ساختن و خدمت رسانی به کل مردم افغانستان تبدیل کنید. آقای امرالله صالح افزود دولت برای آبادی افغانستان دست کمک به جامعه جهانی دراز می کند، اما طالب برای ویرانی کشور دست کمک به بادارانش دراز می کند. ما می سازیم و آنها تخریب می کند. معاون اول رئیس جمهوری همچنان گفت که طالبان به جای کمک به معلمان و کارمندان صحی از آنها باج می گیرد، در حالی که دولت تلاش دارد حتی در مناطق تحت گروه طالبان از معلمان و کارمندان صحی حمایت کند. پیش از این رئیس جمهوری اشرف غنی گفته بود که طالبان با هدف گذاری تاسیسات دولتی و پلچک ها را در ارغنداب قندهار افغانستان که 1 میلیون دلار هم ضربه زده است. این در حال است که طالبان طی سالهای اخیر بیشتر تاسیسات دولتی و سرکها و پلچک ها را برای انجام کارهایشان تخریب کردند، که در تازه ترین مورد روز گذشته جنگیان این گروه پل شاولیکوت و ولایت قندهار را نیز تخریب کردند. آیا ارتش فرو می پاشد؟ علی موسوی، خبرگزاری افاق. طرح این سوال سخت است و پاسخ به آن سخت است. فروپاشی ارتش یعنی فروپاشی نظام، و فروپاشی نظام هر پیامدی که داشته باشد بحران آفرین و فاجعه بار خواهد بود. با این حال واقعیت ها همواره علارغم میل ما خودمان نشان میدهد و بی پروا تحمیل می کند. ده ها سال پیش از امروز افغانستان دارای یکی از قدرتمندترین ارتش ها در منطقه بود، به مراتب قدرتمندتر از ارتش کنونی. اما تنباد، مجاهدین فاتح و البته اراده نیروهای پاکستان و دیگر قدرت های همپیمان آن، اکنون هم جنرال مگنیزی فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا با ابراز نگرانی در مورد پیامد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میگوید ارتش افغانستان همچنان نیازمند حمایت است و در غیر آن فرو میپاشد. او در مورد حزب و پروازهای هواپیماها بدون کمک مالی و حمایت آمریکا پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است. این در حال است که وزیر دفاع آمریکا چند پیش گفته بود که کشورش به تامین توانایی‌های کلیدی برای نیروهای هوایی افغانستان ادامه خواهد داد و برای ادامه پرداخت حقوق نیروهای مسلح افغان تلاش خواهد کرد. اشرف غنی اما اخیرا در قندهار گفت که هیچ اتفاق ناگوار با خروج نیروهای خارجی از افغانستان به ویژه در قندهار نمی‌افتد. او بیان کرد از وطن خود حفظ کردیم و باز هم می‌کنیم. آقای غنی ناگزیر است شعار بدهد، زیرا یکی از وظایف او در شرایط کنونی حفظ و تقویت روحیه یا به تعبیر بهتر مورال نیروهای مسلح است. این بخش از تاکتیک های رئیس جمهور برای مبارزه است، اما شاید کل واقعیت دقیق همون چیزی نباشد که آقای غنی بیان می کند. ارتش در ماه های اخیر فشار سنگینی را متحمل شده است.